بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجه، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. حدود 80 سال پیش یه شخص دانشمندی که اهل خراسان بود ولی سالها در تهران زندگی میکرد، یک جلد کتاب نوشت به نام حکمت عملی. من همون وقت که این کتاب چاپ شد به راهنمایی یکی از دوستانم خریدم. از بس که این کتاب با بنیان 500 صفحه هست، شاید 10 بار من این کتاب رو مرور کردم. دو تا داستان در این کتاب که منظور من برای ادامه بحث جلسات قبل یه داستانشه، ولی هر دوشو براتون عرض میکنم چون مفید. اما داستان اول که ربطی به بحث نداره اینه که حضرت مسیح در بین همه انبیا تنها زندگی میکرد، همسر نداشت، ازدواج نکرد. علتش هم من نمیدونم. سی و سه سالش هم بود که پروردگار عالم او رو برای محافظت از شر یهود که میخواستن بکشنش به سوی خودش برد. بل رفعه الله الیه. این رفعه الله الیه هم به داستانی پیچیدگی هم داره. ایشون که ازدواج نکرده بود
از نظر خلقت ظاهری هم خلقت نیکویی داشت. یه روز از خانه یه زن بدکاره اومد بیرون. حالا شما حساب بکنید، یه انسان بزرگی که همه میدونن همسر نداره، اندام نیکو هم داره، این از خونه یه زن بدکاره بیاد بیرون، فکر بیننده کجا میره؟ که نه پروردگار، نه انبیا، نه پیغمبر اکرم، نه ائمه طاهرین در این گونه موارد اجازه ندادن فکر انسان انحرافی عمل بکنه. ولی خب همه که نمیدونن نظر پروردگار در این موارد چیه. همم که پا منبرا نمیرن، همم که منبر گوش نمیدن، همم که روایت نمیخونن، ولی خداوند اجازه سوء ظن حتی در این موارد واضح و روشن که من ببینم یه آدم محترمی جوان از خونه یه زن بدکاره بیاد بیرون، این اجازه رو خداوند نداده که من نسبت به بندش خطا فکر بکنم، خلاف فکر بکنم. انبیام اجازه ندادن، ائمه هم اجازه ندادن. چرا؟ چرا؟ چه عیبی داره من یه همچین جریان روشنی رو ببینم و در درون خودم، حالا به هیچکی هم نگم، داوری بکنم که این آدم جوان تو این خونم یه دونه زن بیشتر نیست، این رفته و بیرون اومده برنامه ای داشته؟ چرا من این فکر رو نکنم؟ چون پروردگار عالم برای آبروی بندگانش خیلی ارزش قائله و من حق ندارم در درون خودم آبروی بندشو با فکر انحرافی بریزم که از چشم من بیفت. خب 40 ساله، 30 ساله، 20 ساله، 50 ساله یه کسی پیشت آبرو داره، محترمه، به چه اجازه‌ای من ولو به هیچکی نگم در باطن خودم آبروی او رو لگدمال بکنم و هی پیش خودم قصه بخورم؟ حیف. ما نمیدونستیم این با این ظاهر و صلاحی اهل زنام هست. این خیلی فکر خطرناکیه، این خیلی فکر بدیه. حالا اگه برم به کسی بگم، در حالی که این اتفاقم نیفتاده، یه پرونده است که اتفاق نیفتاده و من پیش خودم دو تا چهار تا میکنم و مسئله رو میبینم، ظاهرش رو میبینم، میرم به یکی میگم. پروردگار پیغام داده، پیغامشو ائمه ما برای ما بیان کردن،
اگر کسی آبروی بنده منو ببره، قیامت کل آبروشو میبرم. و به ما دستور دادن اگر لغزشی را هم دیدی دنبال نکن، یعنی به طرف مقابل که لغزش داشته اصلا به رخش نکش، نگو. مردم که آقا معصوم نیستن، معصوم اون مقداری که ما خبر داریم که با کتاب ها و قرآن سر و کار داریم، 124,000 پیغمبرن، 12 امامن، حضرت مریم مادر مسیح، فاطمه زهراست، زینب کبراست، قمر بنی هاشم، علی اکبر. اونا لغزش نداره، یعنی پایی که به طرف لغزش برن ندارن، یا به قول قرآن نیرویی که به طرف لغزش برن ندارن، هرچی نیرو دارن اینا رو به طرف درستی ها میبره. هم بقیه لغزش دارن، هیچ وقت هم اصالت خانواده، لباس، عامل حفظ انسان از لغزش نیست. شما شنیدید یا آدم بزرگی گفته باشه یا یه جا نوشته باشن که لباس عامل مسئولیت؟ نه، ما مثل بقیه مردم احتمال لغزشمون هست، لغزش مالی، لغزش بدنی، لغزش غریزه‌ای. حالا این لغزش رو پنهان پنهان انجام دادم، یه نفر خبر شد، می حق داره بره به مردم بگه، حق داره بره به دادگستری بگه، حق داره بره به قاضی بگه؟ نه، همچین حقی نداره. به قاضی دستور داده قرآن، اگر کسی اومد پیشت یه نفر گفت من خودم با دوتو چشم خودم دیدم فلانی زنا کرده، قرآن میگه خبر آور و بخوابون شلاقش بزن. خبر آور رو، یعنی اینی که خواسته کسی رو بی آبرو کنه، بذار آبرو خودش بره، چون حق نداشته این کارو بکنه اصلا. خیلی گناهکاران خودشون بر اثر به قول امروزی ها عذاب وجدان که چرا این گناهو مرتکب شدن، اومدن پیش پیغمبر، پیش امیرالمؤمنین. روایاتش تو مهمترین کتابامونه، اقرار کردن که پیغمبر یا امیرالمؤمنین حد جاری کنه بهشون، پاک بشن دیگه، قیامت گیر نباشن. نه پیغمبر اجازه اقرار داده نه امیرالمؤمنین. گفتن اشتباه میکن، خیال میکنی. قبول نمیکردن اقرار خود گناهکار. الانم که در کشور ما زبون ها خیلی بلند شده، اول زبون ها تا تو دهن بود و تا روی دوتا لب،
الان به زبان مردم یه دونه تلفن همراه وصله، اون زبان جدای از بدنه، این زبان زبان وصل به بدنه. با این زبان میان روی یه دونه تلفن همراه ریختن آب روی یکی رو می نویسن، 5 دقیقه بعد نه تهرون اون ور بندر انزلی، این ورم اون ور بندر عباس، این طرفم اون ور سرخس، این طرفم اون طرف مهران، تو 5 دقیقه آبروی یه مرد و زن میره. من یه روایتی رو قبلن میدیدم، نمیدونستم چجوری باور بکنم، ولی میدونستم روایت پیغمبر اسلامه، کتابی هم که نقل کرده مهمه، روایتم درست، که روز قیامت بعضی ها رو میارن تو محشر، زبانشون از دهنشون در اومده، انقدر این زبان درازه که مردم محشر از روی این زبون را میرن. حالا میفهمم پیغمبر چی گفته. الان زبان مردم با موبایل خیلی درازه، یعنی به پهنای کشور، به پهنای 2 تا کشور، به پهنای کره زمین. برادران، خواهران، اگر مواظب زندگی نکنیم خیلی ضرر میکنیم، اگر مراقب زندگی نکنیم خیلی خسارت میبینیم، برای زبونمون، برای چشممون، برای دستمون. خب دست ما هم یه گناهانی داره، لمس نامحرم، یا خدای نکرده این اتفاقم زیاد افتاده، زیادم میفته، که من یه خود مقامم بلندتره، با یه فرد پایینتر از خودم تو اداره درگیر میشم، حقم با اونه، ولی قدرت دارم، میام یه چیزی علیهش تنظیم میکنم یا بیرونش میکنم، یا حقوقش رو قطع میکنن، یا کم میکنن، یا تهرون ورش میدارن میگن برو میناب. کارام زیاد شده، زیادم میشه. این دست یه چیزی مینویسه، زندگی یه خانواده رو به هم میرزه، قلب یه زن با 2 تا بچه‌ش و این قلم به خاطر بلایی که سر شوهرش اومده به آتیش میکشه. بعدم خدا بنای جهان رو به گونه ای ساخته که عمل در همین جهان عکس العمل داره، بی برو برگرد، بی برو برگرد. چند روز پیش داشتم یه آیه قرآن رو میخوندم، این آیات تحلیلای خیلی جالبی داره، یا علمای بزرگ شیعه تحلیل کردن یا روایت تحلیل کرده یا تاریخ تحلیل کرده. آیه اینه، یه قانون جهانیه، یعنی قانون عالم هستیه، ان احسنتم احسنتم لانفسکم، هر چی خوبی کنید خوبی به خودتون برمیگرده، جای دیگه نمیره، شما رو هم گم نمیکنه،
بر میگرده به خود. و این اسعتم، اگر بدی کنید فلها، اون بدی هم به خودتون بر میگرده. اون وقت کنار این آیه تو تفاسیر قرآن که یادداشت کردم دیدم نوشتن یه خانوم یهودی همسایه یه مرد مسلمانی بود، به این مسلمونه حسادت داشت، حالا ننوشتن چرا، حسودیش هم شدید. خدا در قرآن درباره حسادت می‌فرماید و من شر حاسد اذا حسد، اگر حسود بخواد شر بریزه به شخص خود من خدا پناه ببرید، چون ضربش سخته سنگینه. یه سوالم خدا در قرآن حسودا میکنه، ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، اگر من به یه بندم احسان کردم، حالا یه قیافه خوبی دادم، یه علمی بهش دادم، یه مقامی بهش دادم، یه قلمی بهش دادم، یه ثروتی بهش دادم، یه خونه خوبی بهش دادم، همه زیر لغت فضل، حسادت میکنید؟ در حقیقت در دلتون از من رنجیده این، نه از اون حسود، یعنی ایرادتون به منه که خدایا برای چی به این قیافه دادی، ارزش دادی، اعتبار دادی، آبرو دادی، خونه دادی، بچه خوب دادی، این ایراده به من مساویه با کفره. چرا؟ چون حضرت مجتبی بنابه جلد دوم عربی اصول کافی می‌فرماید اصول الکفر ثلاثتون، ریشه کفر سه چیزه: کبر، حرص، حسد. این ریشه کفر هرسش. بعد امام مجتبی توضیح جالبی میدن، میگن حرص یعنی شما بهت گفتن کل این باغ، بالو چند هزار متر بوده نمیدونید، یقینا بهشت قیامت نبوده، چون بهشت قیامت یه باغیه که هر کی بره تو خالدین فیها، اصلا دیگه در نمیاد، بیرونش نمیکنن و نعمت ها رو قطع و منع نمی کنن، لا مقطوعه ولا ممنوعه. در داستان آدم و حوا معلومه این جنتی که خدا در سوره بقره، طه، سوره های دیگه میگه یه باغ بسیار آبادی در این دنیا بوده، در حدودای ساحل مدیترانه. به آدم و حوا گفتن کلا منها حیث و رقدن شئتما، هر چی درخت میوه در این باغه آزادین بخورین. ولی خدا جالبه بهشون گفته رقد و گوارام باشه برات، نوش جونت. ولا تقرب و هذه شجره، این یه دونه درخت و کاری نداشته باشه، یه دونه مثلا 20,000 درخت با انواع میوه، عمل شما
نیازی به این یه دونه درخت نداری شکمتون، اصلا نیاز نداری. امام مجتبی میفرماد حرص آدم و حوا رو وادار کرد اون درختی هم که منعشون کرده بودن رفتن سراغش، باعث شد که بهشون یعنی از بهشت بیان بیرون. حالی کی بیرونشون کرد؟ نباید گفت خدا، اگه کسی بگه خدا دوتایشون رو بیرون کرد تهمت به پروردگار. آدم داستان انبیا رو اول باید تو قرآن ببینه. خدا می فرماید فأزلهما الشیطان فأخرجهما مما کانا فیه. حالا بعضی از منبری های قدیم می گفتن باعثش زنش شد. من نمیدونم برای چی اینقدر قدیم زنها رو می کوبیدن، دلیلم نداشتن. یه منبری هم حاضر نبود آیه رو دقت بکنه که خداوند تقصیر بیرون افتادن آدم رو از بهشت گردن حوان انداخته. به پیر به پیغمبر ننه اول ما خیلی آدم خوبی بود، آدم درستی بوده، اهل خدا بوده. ببینید قرآن میگه فأزلهما الشیطان، هما ضمیر مؤنثه، هما یعنی دو نفر، لهما یعنی برای دو نفر. قرآن میگه فأزلهما الشیطان، زن و شوهر و دوتایشون و شیطان لغزوند. حالا چی شد که لغزش پیدا کردن؟ اونا رو ما باید آیات سوره طه رو تحلیل بکنیم. اونجا خیلی خدا جالب بیان کرده، خیلی این حرص باعث شد آدم و همسرش از بهشت به وسیله ابلیس رونده بشه. حرص ریشه کفره. کفر در اینجا نسبت به حضرت آدم یعنی ناسپاسی کامل، نه انکار خدا. چون کفر در قرآن 5 مورد داره، 5، همه جا کفر به معنی انکار خدا نیست. مثلا تو آیه حج پروردگار می فرماید لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. یعنی این یه حکم الهی، هر کی استطاعت پولی و بدنی داره در کل دوره عمرش یه بار بره حج واجب. بعد می فرماید و من کفر فإن الله غنی عن العالمین. اگه کسی کفر ورزید و نرفت بدان خدا بی نیاز از جهانیانه. خب این کفر یعنی چی؟ یعنی کسی که خدا رو قبول نداره؟ نه، یعنی کسی که پشت به مکه کنه نره. اینا رو خیلی باید دقت کرد. یه وقت ما اگه وارد به قرآن نباشیم یه آیه رو در غیر مورد خودش علم نکنیم بکوبیم تو سر مرد. این مورد شناسی در قرآن خیلی مهمه. من تو ترجمه قرآنم که شاید 4 روش کار میکردم، یک کاری که کردم این مورد شناسی بوده که کفر در همه آیات به معنی انکار خدا نیست، به معنی انکار نبوت نیست. خب حرص، امام مجتبی میگه
آدم و حوا رو از بهش بیرون کرد. کی بیرون کرد؟ قرآن میگه شیطان. کبر از ریشه های کفره، اینجام به معنای انکار خدا نیست، چون امام مجتبی میگه این کبر باعث شد ابلیس از همه مقاماتش سلب بشه و کان من الکافرین، یعنی نسبت به 6000 سال عبادتش ناسپاسی کرد، اشتباه کرد. و یه ریشه کفرم حسد که امام میگه به این خاطر، یعنی به حسد قابیل حابیل رو کشت، که کشته شدن حابیل رو خدا در 5-6 آیه بیان میکنه تو سوره مائده. حسدم باعث شد. حسود یعنی ایرادگیر به خدا، چون و چرا کننده با پروردگار. خیلی باید مواظبت کرد. حالا من با چشم خودم یه خونه رو میشناسم که یه زن بدکار زندگی میکنه، دارم رد میشم، یه دفعه دیدم حاج ممدلی از اون خونه اومد بیرون. ای این اینجا چی کار داشت؟ این که مسجدی هیئتی سینه زن پول به خدا اجازه این داوری رو نداده، پیغمبرم نداد، ائمم اجازه ندادن. عیسی از خانه این بدکاره که اومد بیرون یکی دیدش، خب معلومه دیگه، الان میره تو بازار و تو خیابون و تو بیت المقدس هر کیو میبینه میگه دیدین، این میگه من پیغمبر اولی العزمم، این میگه من زاهدم، این میگه من عابدم، این میگه من شبیدا. آقا خودم با چشم خودم دیدم از خانه فلان زنی که تو منطقه معروفه و زنا میکنه پول میگیره، از تو خونه اون در اومد. خودم دیدم، نه راستم میگه. اما حضرت مسیح صداش کرد، واجبم بود صداش کنه، چون اگه ولش میکرد میرفت کلی آبروریزی میکرد. خیلی پیغمبر از زبانهای رها رنج میکشید. ما بیشترین بار مواظبتمون رو باید بذاریم رو زبان، بیشترین بار. این چشمه با این با عظمتی یه دونه گناه داره، یه دون نگاه کردن به نامحرم، یه بیشتر گناه نداره. اما وجود مبارک فیض کاشانی که یه بخش مستقل پرصفحه برای زبان داره، برای دست نداره، چون یکی دو تا گناه دست داره، یه لمس، یه نوشتن انحرافی. پا یه دونه گناه داره، ما رو ببره تو مجالس معصیت. شکم یه گناه داره، حروم خوری. شهوت هم نهایتاً 3 گناه داره، یه زنا، یه بالاتر، یه میون زنا و بالاتر، بیشتر که نداره. اما این نوشته یه فیض رو که آدم میبینه چقدر زیبا از طریق آیات و روایات زبان رو مورد بحث قرار داده،
برای این زبون که حرف زدن هم مال نوکشه، مال همش نی، حرف زدن مال نوک زبون، یعنی اون یه تیکه گوشت تکلم کننده رو ببرن آدم دیگه نمیتونه حرف بزنه. میگه زبان دارای 20 گناه شمرده، آیه آورده، روایت آورده. یه روایت شو بخونم براتون که خیلی مجلس نورانی بشه به آیات قرآن و به روایات. اینایی که زبانشون رهاست میگن هرچی دلشون میخواد، برای مال مردم، برای جان مردم، برای آبروی مردم میگن. یه شیعه خیلی خوب، خیلی خوب که اگه به این برادر محترمم آقای دکتر طلوعی جاشو بگم، میشناستش یا در مقامش شناختش برمیاد. شیعه با شیعه نبوده، تابع یه مکتب دیگه بود. این با نوارای همه مجالس شما و مجالس دهه عاشورا و احیای مارمزون شیعه شده، باسواد، دکتر، مورد اعتماد تو منطقه خود. چند شب پیش من یه جمع منبر می رفتم با دوستانش، اومد اونجا دوستانش که اونا هم شیعه نبودن و الان شیعه نابن، ناب. من حسرتشونو میخورم. امسال هم یکی از همینا 40 تا رو مجانی برداشت اربعین برد کربلا، از اول سفر تا آخر. این اومد به من گفت همه مردم شهر منو میشناسن، اینا منو تأیید میکنن، خود شما هم که هم من خبر داری، گاهی از شهرم دهه عاشورا پا میشم میام جلسه صبح دهه عاشورا. منم گفتم برای منطقه خودم میتونم، راست میگه، توانایی بالایی داره، خدمت بکنم. منم همه چی رو از شما یاد گرفتم که درست کار بکنم. منم اومدم کاندیدا شدم. اونی که قبلن وکیل بوده چنان برای من زده که هم عوامل شورای نگهبان استانم و شهرم و بعدم تهران فقط مهر کفر به پروردگار و دین رو به من نزده. مگه آقا وکالت بوته که برای رسیدن بهش باید یه آبروداری رو نابود بکنه، حالا اونم بیاد بشه شاید نیاره، تو بیاری، حالا تو نیاوردی، کی گفته تو تا آخر عمرت رو این صندلی بشینی؟ زبان. حالا این روایت رو براتون بگم. الله اکبر. پروردگار قیامت، اینو پیغمبر نقل میکنه از قول خدا، پروردگار قیامت به زبان میگه به عزتم قسم تو را در این محشر به عذابی عذاب بکنم که لا یعذب بها احدون، که در اولین و آخرین چنین عذابی رو کسی نچشه.
تو زبان رو. آیا ممکنه بگه این آدم میره جهنم خود زبون با بقیه یه جور میسوزه؟ نه، اونجا با اینکه همه اعضا مال یه بدن، هر کدوم یه عذاب مخصوص خودشونو دارن، اونجا غیر دنیاست. بعد خدا دلیل میاره، میگه یه حرفی از تو در اومد، مال آب محترمی رو به باد داد. یه حرفی از تو در اومد، جانی رو به باد داد. یه حرفی از تو در اومد، آبروی یه بنده منو به باد داد. این یه دونه عضو و عزیزانم خیلی مواظب باشه، خیلی. من یه رفیق داشتم بی سواد بود، به اندازه‌ای که قم درس خوندم از اون چیز یاد گرفتم، چون از اولیای خدا بود و از فیوضات الهی وصل بود بهش. من اون وقت 18-19 سالم بود، با وجود یه انسان بزرگواری با این آشنا شدم، تا از دنیا رفتم باهاش بودم، چند بارم با خودم بردمش سفر، مشهد بردمش، قم بردمش. اون وقت من یه جلسه دعا عرفه داشتم، کلن 12 نفر بودیم، یکیشم ایشون بود. بعد این دعا عرفه ما رو شد و در مشهد اولین بار از من خواستن عرفه بخونم. عرفه دیگه کل کشور رو گرفت، اون وقت خواستن عرفه نبود، تهران من میخوندم با 10-12 نفر با یه شیخی که اهل تربت بود، اونم با 3 نفر میخوند تو بیابون رو تپه، اون دوتا بغلش میشستن که در هنگام دعا دیوونه نشه، خودشا بلندی پرت کنه پایین عبیم بیار. مثلا طاقت نداشت، مواظبش بود. این مرد هر وقت میخواست با من حرف بزنه، خیلی هم کم حرف میزن، اول به من میگفتش که حسین من میخوام 2 کلمه بهت بگم، اما قبل از اینکه این 2 کلمه رو بگم، با چشم دارم میبینم که 2 تا فرشته نویسنده پروردگار یه حرفی که از دهن من میخواد دراد مینویسن. پس یه چیزی بهت بگم که اون نوشته نور باشه و این نوشته روز قیامت جلومو نگیره. خیلی خوبه مواظبت بر زبان. خب مسیح وقتی از خونه اون زن اومد بیرون، یکی دیدش. مسیح هم میدونست الان این فکرش انحرافی داوری میکنه، میگه این مسیح که جوونه، خوشتیپ هم هست، زنم که نداره، تو این منزلی که یه زن بدکار خودفروشی میکنه اونجا برای چی رفته؟ غیر از این که رفته یه لذتی ببره. نباید این فکر رو کرد عزیزم، نباید. مسیح صداش زد، نزوش بره. گفت تو دیدی من اینجا در اومدم؟ گاره. مسیح بهش فرمود مریض 2 جور. یه مریضیه داره درد میکشه، با پای خودش میره دکتر، نسخه بهش میده دکتر، دعواشو میخوره خوب میشه. یه مریضم انقدر بیماریش سنگینه نمیتونه بره دکتر،
دکتر باید بیارن بالا سرش. این خانوم از همون مریضاییه که نمیتونست بره دکتر. من اومدم ندیدمشم، رفتم پشت در اتاق نشستم، قیامت رو براش گفتم، خدا رو گفتم، حلال و حرام رو گفتم، کلی گریه کرده و توبه کرده. میخوای برو امتحان کن ببین راه میده؟ میخوای راه بیفتی تو مردم بگی مسیح زناکاره؟ خب بابا یه خود خودتو نگردم، به خود به خاطر خدا دندون رو جگر بزن، به خود چهار تا محمل مثبت درست کن، بگو این پیغمبر رفته این گناهکار رو توبه بده. چرا اونجوری فکر میکن؟ خب این مسئله تو این کتاب. مسئله دوم که تو این کتاب خیلی زیبا بود، اینو گذری بگم و به خواست خدا فرد و شب توضیح مفصلی بدم، این که نوشته بود 2000 سال قبل از میلاد مسیح مردم یکی از شهرهای یونان یه معبدی برای عبادت درست کردن، به قول ما یه مسجد. پیشونی در این معبد و پیشونیشو صاف درست نکردن، یه مقدار مایل به جلو درست کردن، بعد یه سنگ تمیزی رو داده بودن کندکاری، بنا آورد اونجا نصب کرد کج به طرف زمین که هر کی میخواد وارد معبد بشه این نوشته روی سنگو بخونه. اونی که روش نوشته بودن این بود: خود را بشناس. یکی از بالاترین حرفای عالمه. حالا این یعنی چی؟ انشالله فردش شب سوم جلسه است. نه، بالاخره ما شبای سوم همه جا و روزای سوم باید این دست گداییمونو به طرف این دختر دراز بکنیم. همین بگیم یه نظری به ما بکن، اون نظرش نظر باباشه. به این حرف هم گوش ندین که امام حسین دختری به نام رقیه نداشته. ما یه کتابی داریم به نام ارشاد، مال بزرگترین مرجع تقلید شیعه، در اوائل قرن سوم نوشته شده، مال شیخ مفیده. اسم این دختر رو و مرگش رو تو خرابه اونجا بود. حالا هرکی هرچی گفت زودی نگو آره درست میگه، نه، داوری فوری درست نیست. من تو چند تا کتاب دیدم، تو کتابای سید ابن طاووس هم هست، تو کتاب آیت الله بهاری عاشق محمد باقر که از علمای بسیار بزرگه به نام دعوت الحسینیه هم هست. هم بیشترتون، من هم مثل شما، یا دختر داریم حالا دیگه شوهر کرده، یا قبلا دختر داشتیم تو خونه، یادتونه که وقتی بچه بود چه حالی با بابا داشت، چه نازی برای بابا داشت. تو روانشناسی هم ثابت شده میل باطنی دختر
بیشتر طرف پدر، ولی میل پسر طرف مادر. طبق روایاتمون روز عاشورا میگن این بچه خواب بود، ندید بابا رفت. بعدم که بیدار شد، من طاقت ندارم بگم چه حوادثی رو دید. اولین حادثه آتش گرفتن خیمه ها که این بچه دید زنا دخترا پا برهنه دارن تو این بیابون فرار میکنن. این بچه رو هم زینب کبرا زین العابدین مواظبش بودن تا روز 11، نذاشتن این بچه بیاد گودال رو ببینه، نذاشتن. خیلی سخت بود. من چند سفری که رفتم کربلا، اصلا دوستان نذاشتن من گودال رو ببینم. همین یه دفعه دور دیدم مردم میگن اونجا گوداله، اومدم از کنارش رد بشم، داشتم میمردم. یعنی منو گرفتن به زور بردنم از حرم بیرون. ما حسین جان گودال تو طاقت نداشتیم ببینیم. این بچه تو این سن سالگی طاقت داشت بدن قطعه قطعه تو رو ببینیم. از کربلا تا شام همش از این و اون میپرسید، از رباب، سکینه، زین العابدین، زینب کبرا که بابام کجاست. چاره نداشتن جز این که جواب بدن رفته سفر. معلومه بابا رفته سفر به سوی خدا. تا رسیدن خرابه. خب اینا مدینه خونه داشتن، احترام داشتن، حالا آوردن اینا رو خرابه نشین کردن. شب اول، شب دوم، نمیدونم، این بچه هر وقت میخواست بخوابه ابی عبدالله سرش رو دامن میذاش خوابش میکرد. حالا باید صورتش رو خاک بذاره و بخواب. اگر دست پدر بودی به دستم، چرا اندر خرابه می نشستم؟ اگر دردم یکی بودی چه بودی؟ اگر غم اندکی بودی چه بودی؟ به بالینم طبیبی یا حبیبی؟ از این هر دو یکی بودی چه بودی؟ من به نظرم سر ابی عبدالله رو دشمن نیورده خرابه، بچه سر رو کشیده خرابه، نه دشمن. یعنی انگار ابی عبدالله بیتاقت شده از گریه بچه که سر مجذوب خرابه شد. تا چشمش به سر بریده افتاد. با این دوتا دست گوجه گشتر رو بغل گره. بابا به من بگو کی منو یتیم کرد؟ بابا به من بگو رگه های گلوتو کی بری؟ بابا به من بگو محاسن تو به خون سرت کی خذاب کن؟ Sure.
دوای دردان.
خدایا به حق ابی عبدالله شهدای این دهه فجر رو که سال 57 تو خیابونا به شهادت رسیدن، با شهدای دین از زمان آدم تا الان رو غریق رحمت خواستت بفرما. خدایا حاج قاسم رو مورد عنایت و لطف خاصت قرار بده. امام غریق رحمت فرما. خدایا دین ما، کشور ما، ملت ما، رهبری، مرجعیت، منبر، محراب، ماه رمضان، محرم، سفر و فاطمیه رو برای ما حفظ کن. عاقبت همه ما رو ختم به خیر بگردان.